اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و سلم. بیننده های گرامی و محترم، سلام و رحمت خداوند بر شما باد. آرزومندم که شبهای پربرکتی را که پیش رو داریم و روزهای پر از رحمتی را که با هم دیگر سپری میکنیم، از فیوزات و از رحماتی ایام به بیشترین وجه ممکن برخوردار بشیم. ماه مبارک رمضان ماه رحمته، ماه مبارک رمضان ماه نوره، ماه فضله، و دهه اخیری ما ایامیه که بیشترین فضیلت ها رو داره. دریافتن ایام و شب روز خود را در زیر نفحت های حق سپری کردن توفیقی از جانب الله متعال که امیدوارم رفیق همه ما و شما بشه. در نوبت پیشتر در مورد شب قدر با هم دیگر صحبت کردیم، یادآوری کردیم که یک شب معادل عبادت بیش از 83 ساله و کسی که در این شب به عبادت در بارگاه پروردگار متعال به پای ایستاده میشه، مثل اینه که 83 سال همه روز روزه بوده باشه و همه شب نماز کرده باشه. چقدر پروردگار متعال بر امت حبیب خود صلوات الله و سلام الله علیه مهربانی کرده، چه جایگاه بزرگی رو به امت ارزانی کرده. وقتی یک شب عبادت میکنه، وقتی لحظاتی را به عبادت سپری میکنه، الله متعال به چه زیاد، به چه قدر ایام را از او خریداری میکنه. انسان هر کاری را برای الله متعال انجام بده، ولو کم باشه، ولو به دیده نیایه، اما در دیده حق سبحانه و تعالی فراوان میایه. خیلی از موارد در شاید ما به دست ارزش نخریم، اما در نزد الله متعال به بیشترین قیمت خریداری میشه. تمام کارهایی را که ما برای دیگران انجام میدیم، شاید روزی و روزگاری از یاد همه بره، اما هیچ مورد ولو جزئی ترین موارد باشه از نزد پروردگار متعال گم نمیشه. حساب او از نزد پروردگار متعال فراموش نمیشه. شب قدر برکاتی داره. یکی از برکات او حاصل کردن ثواب خیلی زیاده. برکت دیگری که شب مبارک قدر داره، بازیافتن قدر انسانی خوده. انسان در این شب با خود خلوت میکنه. انسان در این شب سفره وجود خود را در برابر خود پهن میکنه. از خود پرسان میکنه چقدر میارزه؟ بهای او تا چه میزانه؟ رابطه او با خدای او چگونه؟ رابطه او با خلق خدا چگونه؟ از زندگی چه بهره گرفته؟ سالی که بر او گذشته چگونه گذشته؟ برای سال آینده چه برنامه هایی را پیش رو داره؟ انسان روزی و روزگاری از این عالم هستی حرکت میکنه، به جای دیگر میره. متاعی که از این عالم بود همه را در میپیچه، بر کتف خود میگذاره، به دنیای دیگر میره. چه ره توشه با خود میبره؟ بعد خود چه مواردی را میگذاره؟ آیا آنچه که انسان بعد خود میگذاره قابل اعتنا و قابل ارزش هست نیست؟ از خود پرسان بکنه. مرگ به سراغی انسان میآید. بعد مرگ در برابر حق سبحانه و تعالی قرار میگیره. در برابر اعمال و عملکردهای خود مورد بازخواست و مورد پرسش قرار میگیره. چه جوابی در نزد الله متعال عرضه میکنه؟ شب قدر شب خلوت کردن با خیشتنه. شب قدر شب قیمت گذاری خیشتن. چقدر من بها و ارزش دارم؟ به چه کاری من مصروفم که او کار بها و ارزش مر معین میکنه؟ به سخن حضرت خواجه عبدالله انصار پیر هرات، از الهی های جان تا به حیات قدسن الله به اسرار شریف، بدان ارزی که میورزی. ما به چه میورزیم؟ به چه کاری مصروفیم که بهای مر معین و مشخص میکنه؟ در شب قدر اینها رو باید از خود پرسان بکنیم. این خلوت کردن، این بیدار ماندن، زمینه باید برای بیدار ماندن همه عمر ما فراهم کنه. این بیداری باید به ما یادآوری بکنه که من در دنیا آمدم تا بیدار باشم، تا چالاک باشم، تا هوشیار باشم، تا کیس باشم، تا احوالی که در پیرامون منه، آنچه که در گرداپیش من در میگذره، همگیر باید با خبر باشم، هیچ چیزی رو نگذارم که از یادم بره و فراموش بشه. از برکاتی که این شب مبارک به ما عرضه میکنه شامل بخشیده شدگانه.
پیامبر علیه السلام در حدیث صحیحی که امام بخاری روایت میکنند میفرمایند من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیامبر علیه السلام میگن که هر کسی که شب مبارک قدر در نماز و در نیاز و در طاعت و در عبادت و در مناجات و در لابه و در زاری و در گریه سپری کنه غفر له ما تقدم من ذنبه، خداوند گناهان گذشته انسان را مورد مغفرت قرار میده. با یک شب عبادت کردن او فضیلت را به دست آوردن و قلم عفو کشیده شدن بر تمام گناهانی که این نفر انجام داده بود. چقدر خداوند مهربانی میکنه به ما، چقدر لطف عظیم پروردگار متعال شامل حال ما و شما میشه. با شنیدن این موارد شاید به خاطر مبارک شما بگرده که شب مبارک قدر درسته که در دهه اخیر ماه مبارک رمضانه، در چه شبی جستجو بکنیم؟ پیامبر علیه السلام یادآوری میفرمایند، میگن که در شبهای تاق دهه اخیر ماه مبارک رمضان در جستجوی شب قدر باشیم. یک سوال، چرا شب قدر پیامبر علیه السلام معین نکردند؟ چرا یادآوری نکردند که فلان شب را زنده نگه داریم چون شب قدره؟ عزیزان گرامی و بزرگوار، یکی از مقاصدی که وجود ما با او معنا پیدا میکنه مسئله عبادته. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جنیات و آدمیان را نیافریدم مگر اینکه مر عبادت کنند. ما دهه اخیر ماه مبارک رمضان را عبادت میکنیم تا به خوی عبادتگری در بیاییم. تمامی شبهای تاغر در جستجوی شب قدر سر میبریم تا این فضیلت بیاد ما باشه، تا این موقف بیاد ما باشه، تا این منزلت بیاد ما باشه که از رهگذر عبادت ما به کمال میرسم. عبادت میایه، دست مر میگیره، از لجنزارهای دنی دنیوی مر بیرون میکنه و او چیزی که وجود مر زی قیمت و زیبها میکنه عبادت کردنه. خیلی از چیزهای ارزنده دیگر الله متعال از چشم ما پنهان کرده. مرگ، نمیدانیم که مرگ کی به سراغ ما میآید، اما حق سبحانه و تعالی مرگ را از ما پنهان کرده تا ما پیوسته بدانیم و آماده باشیم و وسایل ما جمع کرده باشه و حسابهای ما تصفیه باشه که این لحظه یا لحظه دیگر مرگ به سراغ ما میآید، ما به سوی حق میرم، جواب خود را چه باید بدم، حسابهای ما آیا با مردم تصفیه شده بود یا نشده بود. اسم اعظم پروردگار متعال در بین اسمای حسنای الله متعال نامعین و نامشخصه. تا تمامی اسمها ما ورد کنیم، تکرار کنیم، همیشه بخوانیم. دعایی که پیامبر علیه السلام بیان میکنم در روز جمعه، میفرمایند که در روز جمعه لحظه‌ای اگر کسی در این لحظه دعا کنه او دعا رد نمیشه. رسول الله علیه السلام به ما یادآوری نکردند کدام لحظه تا روز جمعه که سید ایام رابطی ما با حق سبحانه و تعالی برای یک لحظه هم قطع نباشه. خداوند به ما دستور داده عباداتی را انجام بدیم، اما نگفته که کمال رضایت ما در بین کدام عبادت قرار داره. خداوندی را از ما پنهان کرده به خاطری که همه عبادات را انجام بدیم و هیچ عبادتی در چشم ما کمبها نباشه. خداوند از ما خواسته که گناهانی را ترک بکنیم، اما یادآوری نکرده که کدام گناه بیشتر باعث غضب خداوند میشه. او به ما نگفته تا از تمام گناهان خود را دور بداریم. یک نکته دیگر که الله متعال به حبیب خود اجازه ایر نداده که این روز را بیان بکنه و این شب را بره ما بیان بکنه از چه جهت بوده؟ جلوه رحمت عظیم خداوند بوده. این شب، شب خیلی پربرکتیه. احتمالاً اگر معین و مشخص می بود و کسی در این شب گناه می کرد، گناهی در این شب هم همون تأثیرات ناگوار داشت، مثلی که اگر عبادت می کرد برای هزار مای او بسنده بود. گناه هم همین رقم می تونیست انسانها از درگاه رحمت خداوند دور کنه، اما خداوندی شبر پنهان کرد. اینو جلوه های رحمت خداونده و الله متعالین رو پیش روی ما قرار داده. به هر صورت ما شب قدر رو پیش رو داریم. در شب قدر چه کارهایی را انجام بدیم که بیشتر بها و ارزش داشته باشه؟ اولین مورد تلاوت قرآن کریمه. میدانیم که قرآن کریم در شب قدر نازل شده، پس در شبی که قرآن نازل شده و این شب را صاحب قدر کرده، در اون شب قرآن خیلی زیاد بخوانیم. مورد بعدی دعا کنیم. دعای در این شب رد نمیشه. نماز بخوانیم. نماز خواندن جمع تمام اموره، هم تلاوت قرآن، هم مناجات، هم ذکر، تمام اینها در خود داره.
مورد دیگه پیامبر علیه الصلاه و السلام وقتی عظمت شب قدر به اعضای فامیل گرامی خود بیان کردند، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها برای پیامبر علیه الصلاه و السلام بیان کردند: یا رسول الله، اگر شب قدر دریافتم چه دعایی بخوانم؟ پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودند: بخوان اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ای بار خدایا تو بخشنده‌ای، بخشیدگی را دوست داری، بخشش و بخشایش را دوست داری، پس مرا هم ببخش و بیامرز. کار بعدی رم که در این شب انجام میدم، اگر برم و ممکن و میسر صدقات بدم، دست انسان نیازمند بگیرم، به کسی کمک بکنم، از کارهای بدی که در گذشته انجام دادم توبه کنم، استغفار کنم، از خداوند آمرزش بخوایم. شب مبارک قدر شب صاحب قدریه و انسانی که شب را زنده بکنه و زنده نگه داره صاحب قدر میشه. خدایا پروردگارا به ما توفیق بده که شب قدر در بیابم و از برکاتی شب بزرگ برخوردار بشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.